محصولات لبنی و غذایی و قرص و کپسول گرفته تا تولید صدها محصول صنعتی، ورقهای آلومینیومی یا فویل، و اینجا بزرگترین کارخانه تولید این محصول در کشور. محصولات ما در حال حاضر در سه گروه طبقه بندی میشه: محصولات مصرف در صنایع ساختمانی، پتروشیمی، نفت. انواع فویل صنعتی مصرفی در صنایع بسته‌بندی دارویی و غذایی، انواع محصولات تکمیل شده و چاپ شده. این کویل ها در 10 مرحله نبرد سرد اینقدر کشیده میشن تا ضخامتشون کم بشه و بشن فویل. ضخامت اونها به 14 میکرون، 12 میکرون و 20 میکرون بسته به نوع محصول متفاوته. صنعتی که اشتغال زایی بالایی هم داره. در 3 شیفت کاری 750 نفر به صورت 24 ساعته مشغول به کار هستن. در کشور ما هر سال 75,000 تن فویل آلومینیوم نیازه. در مجموع 3 تا کارخونه تولید فویل داریم. آلومینیوم پارس بزرگترین اونها هست، بعد آلومینیوم 1000 در کرمان و رزنصاف هست که در همدان هست. ظرفیت تولید 50,000 تن در داخل وجود داره، اما کارخونه های کشور با نیمی از ظرفیت فعالیت میکنن. ظرفیت عملی این شرکت 24,000 تن در سال هستش. از ابتدای امسال با واردات بسیار زیاد محصولات با عرض ارزان قیمت در داخل کشور بودیم، متاسفانه تا به امروز نتوانستیم مطابق برنامه تولید کنیم. با یه جستجوی ساده میشه فهمید که در سال گذشته حداقل 20,000 تن محصول قابل تولید در داخل با ارزبری 50 میلیون دلار وارد شده. متاسفانه به علت قیمت پایین‌تر و ما با تفاوت نرخ ارز هم در پارسال و هم در امسال این واردات انجام شده. بازنگری در سیاست‌های وارداتی و جلوگیری از صادرات مواد اولیه میتونه ظرفیت‌های تولید و اشتغال رو در 3 کارخانه تولید فویل کشور به حد اکثر برسونه. کارخانه‌هایی که تولیدشون با چرخش چرخ صنعت در بسیاری از واحدهای تولیدی در ارتباطه. این کارخانه تولید کننده مواد اولیه و میانی بیشتر از 240 کارخانه و کارگاه صنعتی و کوچک و بزرگ در سراسر کشوره. مشتبه قدمی، خبرگزاری صدا و سیما، ساوه.